بر بنیاد یافته های یک نهاد، حدود 20% از شهروندان هرات به خدمات صحی جامع دسترسی دارند. مسئولان نهاد رابعه بصری میگویند که ارزیابی های آنان از حدود 10 کلینیک صحی جامع در اطراف شهر هرات نشان میدهد که اکثریت این مراکز صحی با مشکلات چون کمبود دوا، دکتران متخصص و همچنان نداشتن تعمیر معیاری روبرو هستند. ارزیابی های این نهاد که از شروع سال جاری میلادی در کلینیک های جامعه دولتی انجام شده است، بر بنیاد گفته های مسئولان حدود 20% شهروندان هرات که در اطراف شهر زندگی می کنند به خدمات این نهادها دسترسی دارند. ارزیابی های دیگر این نهاد که از حدود 10 کلینیک صحی جامعه دولتی صورت گرفته است، همچنان بیانگر آن است که اکثر این کلینیک ها با مشکلات چون کمبود تشکیلاتی دارو، دکتران متخصص و همچنان نداشتن تعمیرهای معیاری صحی روبروند. بس تعمیرها متاسفانه تعمیرهایی که هست اغلب تامین، مثلا تعمیر کلینیک پای منارها در ولایت راتمو متاسفانه در زمین اطلاعات فرهنگ هست، او جای معیاری نیست و نمیتونه درست جوابگو باشه. مسئله نیاز به ترمیم تعمیرها، بعضی از تعمیرهای کلینیک نیاز به ترمیم داره و نبود بعضی از جاها برای کلینیک ها که مشخصا این مشکلات را دارن، و همچنین کمبود دکتران، مثلا دکتران متخصص که نیاز هست به ویژه در بخش نسایوردی. بسیار از کلینیک ها بعد از مریضای کنا باید بالاخره در کلینیک ها تداعی بکنن، اونها را رجعت میدن به نسایوردی. در گفتمانی که بعد از بررسی چالش های صحی در هرات از سوی این نهاد راه اندازی شده است، برخی از کارکنان صحی و شهروندان هرات در این برنامه میگویند با خون که از اینهای انگفت در بخش های صحت تا 18 سال گذشته در کشور به مصرف رسیده است، اما تا کنون حکومت نتوانسته است خدمات قابل قبولی به شهروندان در بخش صحت ارائه بدارد. خیر متاسفانه ما چیزی که زیاد است در قسمت مراکز صحی در روز تصویت که هزینه زیاد میشه، بودجه زیاد میه، ولی به اون قسمت که باید خدمات صورت بگیره نمیشه. ما مثلا زنده شفاخانه یوزوی هرات دارن که یعنی در حدود 650 بستر داره، ولی متاسفانه پرسنل کاری، اکثریت پرسنل کاری داره و دکترای واقعا خوبی هم داره، ولی بیشتر کسایی است که یعنی با اشخاص با کم تجربه هستند. چالش ها به نظر من فکر کنم کمبود بودجه اصلیه، کمبود کارمندای سی و با تجربه، یکی نبود جای مناسب در مریض ها، و یک بحث هم دیگه نسخه های شیرفی که نوشته می کنم و بسیار بحث تجارتی وقت دعا داره ایده از دکتر صاحبا، و یک از چالش های امروز فرارای بخش صحی هست. اداره ملی هرات هم با تایید برخی از نارسایی ها در قسمت صحت میگوید این اداره در همکاری با نهادهای مدنی و نمایندگان مردم در پارلمان و شورای ولایتی تلاش میکند تا کیفیت و سطح خدمات صحی را در این ولایت بلند ببرد. با آن هم با توجه به اینکه روزانه در وسط ولایت هرات ما شمار شاهد افزایش مهاجرین، بیجا شدگان، کسانی که از خارج میآیند و همچنین نفوذ باشندگان اصلی ولایت هرات در حال افزایش است، این نیاز به این است که وزارت محترم سطحامه در این راستو توجه جدی بکنند، به خاطر بهتر شدن خدمات سرمایه گذاری بیشتری بکنند و طبیعتاً ما همی سوار. با تلاش های پی هم نتوانستیم دیدگاه مسئولان اداره سطحامه را در این زمینه با خود داشته باشیم.